در ادامه درس‌های گذشته، ما در این درس قصد داریم تا کدهای مربوط به کامپوننت ایمیج ویو را به پروژه اضافه کنیم. شما می توانید فایل این پروژه را از پوشه سمپل باز کنید. با وارد شدن به پوشه درائبل پروژه مشاهده می کنید که برای هر یک از کورس ها تصویری در نظر گرفته و در این پوشه قرار داده ایم. هر یک از این تصاویر با عبارت Image Underline شروع شده و با شماره درس پایان می یابد. بنابراین ما در اینجا می بایست این دو مقدار را برای به دست آوردن ریسورس آیدی تصویر مورد نظر کانکت کنیم. برای شروع می بایست مرجعی به کامپوننت ایمیج ویو را به دست آوریم. برای این کار متغیری از نوع ایمیج ویو و با نام آی وی را تعریف کرده و سپس متد view.findViewById را فراخوانی می کنیم. حال r.id.imageCourse را به این متد ارسال می کنیم. در اینجا نیز به دلیل اینکه مقدار بازگشتی می بایست از نوع ایمیج ویو باشد، نتیجه را به عنوان یک ایمیج ویو کست می کنیم. خب، در ادامه یک مقدار اینتیجر با نام RES را تعریف می کنیم که در واقع ریسورس آیدی تصویری از فولدر درائبل می باشد. سپس آن را برابر دستور context.getResources پرانتز باز پرانتز بسته .getIdentifier پرانتز باز پرانتز بسته قرار می دهیم. نکته‌ای که در اینجا می بایست به آن توجه داشته باشید این است که متد getIdentifier سه پارامتر را به عنوان آرگومان ورودی می پذیرد. آرگومان نخست نام فایل می باشد. بنابراین ابتدا image underline را درون دو دابل کوتیشن تایپ می کنیم. سپس آن را با دستور course.getCourseNumber پرانتز باز پرانتز بسته append می کنیم. در واقع متد getCourseNumber قسمت عددی نام تصویر موجود در فولدر درائبل را مشخص می کند. آرگومان دوم نوع منبع یا ریسورس می باشد که در اینجا برابر مقدار رشته‌ای درائبل می باشد. آرگومان سوم نیز پکیج می باشد که ما در اینجا از عبارت context.getPackageName استفاده می کنیم. بدین ترتیب ریسورس آیدی تصویری که قصد نمایش آن را داریم به دست خواهد آمد. برای نمایش این تصویر می بایست متد setImageResource از آبجکت آی وی را فراخوانی کنیم. دقت داشته باشید که در اینجا می بایست نام ریسورس یعنی RES را به متد setImageResource ارسال کنیم. در پایان نیز می بایست ویو را بازگردانیم. در این میان ذکر این نکته الزامی است که تمام این کدها بر روی متد getView override خواهند شد. حال کار با اری ادپتر تمام شده است و تنها می بایست برای استفاده از اری ادپتر تغییراتی را در متد onCreate ایجاد کنیم. ابتدا به قسمتی که متد سازنده برای سوپر کلاس اری ادپتر قرار دارد رفته و آن را به کورس اری ادپتر تغییر می دهیم. همانند متد سازنده اولیه، این متد نیز دارای سه پارامتر ورودی می باشد. تنها تغییری که در اینجا اعمال می کنیم این است که ریسورس آیدی را برابر با صفر قرار می دهیم.
بدین ترتیب این مقدار استفاده نشده و تنها از دو پارامتر دیس و دیتا استفاده خواهد شد. اکنون اپ را در ویرچوال دیوایس اجرا می کنیم. با این کار مشاهده می کنید که لی‌آوت سفارشی که ایجاد کرده اید نمایش داده می شود. به گونه ای که هم تصویر و هم عنوان دروس در کنار هم نمایش داده می شوند. در این میان ذکر این نکته الزامی است که ممکن است استفاده از این اپ در ویرچوال دیوایس کمی کند به نظر برسد. به همین دلیل ما به شما توصیه می کنیم که این اپ را روی یک دیوایس فیزیکی تست کنید. با این کار مشاهده خواهید کرد که برنامه بسیار سریع به رویدادهای شما واکنش نشان می‌دهد.